من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقط یک مسئله شرعی، چون در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، نیازی به مسائل شرعی من فراوان شده، یعنی ناگزیر مزاحمت بکنیم خدمت شما. مسائل ماه مبارک رمضان رو بعد از این باید بیشتر بگیم. خب اولین مسئله که یک مسئله است در واقع، نه بیشتر، که البته همه شما این مسئله رو میدانید، از باب یاد آوری هست، نه اینکه ندانید، همه مؤمنان خبر دارن، میدانند که ماه مبارک رمضان یعنی روزه از عباداته. هیچ عبادتی بدون نیت صحیح نیست. امری غیر عبادی رو میشه بدون نیت انجام داد، مثلا شستن، طهارت، شستن لباس، اینها نیاز به نیت نداره دیگه. وقتی اون برطرف شد تطهیر میشه. شما نیت بکنید چه نکنید، خیلی از واجبات هست که امر عبادی نیست. امر عبادی، جوهر عبادت، نیت هست. بدون نیت عمل باطل هست. به طوری کلی روزه ماهی مبارک رمضان هم همینطوره. صرفی نخوردن و نیاشامیدن و اون مبتلات نهگانه رو وقتی ما پرهیز بکنیم، با صرفی امساک و نخوردن روزه نمیشه. روزه یعنی مؤمنان که روزه میگیرن عزم کنن، عزم داشته باشن. کلمه عزم رو تأکید میکنم، با عزم به این که این مبتلات رو، اون نه چیز رو که باید ترک بکنن، برای انجام فرمان خداوند از صبح تا شب، یعنی از پیش از طلوع فجر تا غروب، از اون اموری که نهی شده استفاده از اونها، امور نهگانه، اونها رو ترک بکنن. یعنی با این نیت، برای با نیتی، با نیت و عزم، عزمم تعبیر میکنیم، با نیت و عزم به انجام فرمان خداوند، که این ازش تعبیری به نیتی ماه مبارک رمضان میشه. و این متن رو اینجوری میخوانیم که روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که روزه را باطل میکند، که نه چیزه بنابر مشهور و شرح آن بعداً گفته می شود، خودداری نماید. خب حالا این مسئله به نظر ما و شما خب خیلی واضح و روشن هست، منتها آثاری داره. مثلا اگر کسی در روز ماهی مبارک رمضان، بحث عزم رو که مطرح کردم، مردد شد که آیا روزشو افطار بکنه یا نکنه، بخوره یا نخوره. فرض کنید چیزی رو دید، آبی تشنه زیاد بود، خوشش آمد، بیا میخورم مثلا، ولیکن نخور، یه تردیدی براش پیش آمد، تردیدی، یعنی میخواست بخوره ولیکن باز منصرف شد، میخواست بیا شامه ولیکن نیا شامه. آیا روزش درسته یا نیست؟ ولی نیا شامیده ها چیزی، برگشته بعدا بلافاظه توبه کرده ها، ولی یک تردیدی براش پیش آمده بود. در حدی تردید میگم، نه در حدی میگم عزم، عزمم نبود، تردید بود. به این جهت این مسئله اهمیت داره که عرض کردیم که جوهری روزه همون عزم هست. وقتی عزمی طرف به هم خورد، به تردید افتاد که بخورم نخورم، روزه باطل میشه. روزه باطل هست. حالا که باطل شد، حالا که باطل که شده که روزه، آیا بعدن اینه بخوره بعد از باطل؟ بعدن هم حق نداره بخوره. بعدن هم خوردن حرامه، ولیکن روزش باطله، بعدن روزه باید بگیره عوض این روز. همین حالا اون کفارش هم یه بحثیه، چون مسئله مختلفون فی هاست، من اون رو نگفتم خدمت شما، چون اگر این تردیدش در واقع بطلان عمدی حساب بشه، که کفارش خیلی شدیده، همین که عزم میشه به هم زده، یعنی حالا اون رو من باید با تأمل بیشتر با شما بگم، شما فعلا بطلانش قبول بکنین، صلوات ختم بفرمایین. آره آش. بله بفرمایین.
بله آه. یعنی این چون این نیت رو عرض کردم که نیت رو همه میدانیم، ولیکن این دقت باید بگیم وقتی میگیم نیت جوهر این عبادت هست روزه، منظور از نیت این است که عزم داشته باشیم. این عزمم درش هست، یعنی کسی که عزم میکنه که من نمیخورم، عزمی بر ترک داشته باشه. کسی که عزمش رو به هم زد ولو نخورد، همین که عزمش رو به هم زد ولو در یک آنی به هم زد و نخورد، روزش رو به هم زده، چون اون عزم باید پایدار بماند. مهم اون اراده است. به همین جهت اگر کسی از روی فراموشی عزم داشته که نخوره، ولیکن از روی فراموشی خورد، روزش صحیح است. این خیلی عجیبه. کسی حتی یک لیوان کامل، چند لیوان آب هم بخوره، یعنی کامل غذا رو هم بخوره، ولیکن عزم داشته که نخوره، ولیکن فراموش شده، روزش صحیح است. این خیلی ببین نقش عزم رو و نقش نیت رو که این چقدر مهم هست در روزه ما مبارک رمضان. و اراده و عزمی طرف نباید بشکنه و همچنان عزمی بر نخوردن داشته باشه تا اون لحظه افطار. و این جایگاهی عزم و اراده در این عبادتی بزرگ. صلوات ختم فرمایید. درد بشه. بله. درد معده بشه. بله. اون موقع شک بکنی که آیا باید بخوری یا نخوری. بله اگه به خاطر بیماری، خب اون مشکلی واسه خب نمیدونسته، ولی خب به دلیل طولانی بودن روزه آها درد معده گرفت. نه اون از باب این که بگه درد معده گرفتم و درد بیمار. نه او از باب این که آیا وظیفهش این است که بخوره یا نخوره، اون موجود بطلان نمیشه، چون میگه در وظیفه خودش شک میکنه. دقیقا میفرمایید نمیدانی که آیا وظیفهش اینه که بخوره یا نخوره، این نه، چون بعد در وظیفه خودش شک میکنه آیا وظیفه من خوردن یا نخوردن. بحث این بحث اونجاییست که بحث وظیفه نیست، میل به آب پیدا میکنه، میخواد بخوره، یا تصمیمی به خوردن میگیره یا این که مردد میشه بخوره یا نخوره. عزم خیشه به هم میزند. در این روزه ماهی با... مثلا منظور از تقدم چی باید باشه؟ یعنی بله 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 موجی بطلان میشه. خیلی خوب. نه عزم، نه عزم معناش عزم میتونه تا آخر نشکنین دیگه، عزم معناش اینه که تا شب عزم دارین دیگه. بله بله ما گرفتم فرمایش شما رو، فرمایش شما رو گرفتم. فقط این یک توضیح کوتاه ناچار میدیم، بلکه این مسئله خیلی روشن بود دینی، ولی خوب شد که شما پرسیدین و خیلی بجا بود فرمایش شما. و اینه که اعمال دو قسم میشه، حالا غیر از بحث‌های دینی، حالا بحث دینی رو کنار بگذاریم عقلانی بحث بکنیم. برخی از اعمال اعمال قصدی است، اصلا طبیعت عمل به قصد برمیگرده، به نیت و قصد، به خود عمل برنمیگرده. مثلا احترام، این که ما از جا بلند بشیم یک نفر رو احترام بکنیم، این یک عمله دیگه. این عمل احترام عمل قصدی است. اگر من به قصد احترام بلند شدم این احترام، اگر ممکنه من بلند بشم به قصد توهین بلند و آتر. نگاه کن بلند شدن رو ما وقتی احترام میگیم که طرف از بلند شدن قصد احترام داشته باشد. دقت میفرمایید؟ بلند، همون بلند شدن رو ما بگیم ممکنه بگیم توهینه، چون بگیم غرضی طرف نیتش از این بلند شدن چی بود؟ توهین بود، میخواست بلند بشه یا مسخره کردن طرف بود. اینو از باب چی مثال دادم من؟ از باب این که اعمال اصلا صرف نظر از بحث‌های دینی، این رو در منابع اصولی بحث میشه به طور کلی. از جهت عقلانی عمل دو قسم میشه، پاره از اعمال قصدی است، اصلا قصد در خود عمل دخالت داره. اگر قصد ماهیت عمل تغییر میده، نفس همون عمل ممکنه با یک قصد خوب باشه، عین همون عمل با قصد دیگری چهره دیگری میگیره به خودش، نفس همون عمل هیچ فرقی نمیکنه.
اما پاره از اعمال قصدی نیست. مثلا کشتن فرض کنین قصدی نیست. شما چی هر قصدی داشته باشین فقط طرف رو زنی خب کشته میشه دیگه، چی هر به هر نیتی باشه قتل دیگه، قتل قتل مثلا دقت میفرمایید. یا مثلا چیزهای دیگری زیاد الان نمیخوام مثال بزنم صرف. پس بنابر این نتیجه میگیریم که پاره از اعمال اصلا جوهرشون با قصد تغییر میکنه، ماهیت عمل رو نیت میسازه. عمل باید باشه اما با نیتی خاص. عبادت چون اینها خاصیتی داره، عبادات به طور کلی این گونه است، یعنی ماهی مبارک رمضان همینه، ماهیت عمل عمل قصدی است. این شما قصد داشته باشید، عزم داشته باشید و این اراده و قصد و نیت بسیار مهمه. اینجا جوهر عمل است. به همین جهت همه فتوا میدن کسی از روی فراموشی اگر آب بخوره روزش باطل نمیشه. نمیگن که یک جرعه آب بخوره، حتی چند گلاس هم اگر بخوره چند چیز هم روزش باطل نمیشه. که فتوای عمومی است اصلا. آب هم خورده، حتی به حد سیری هم آب نوشیده روزش من روزش درسته، چون اصلا قصد نداشته که روزه بخوره طرف، هیچ اصلا نیت روزه خوردن نداشته، عزمش بران بوده که روزه دار باشد. اما در اینجا عزم به هم زده، آب هم هیچ نخورده روزش باطل شده. خب صلوات ختم بفرمایید. بله این نقشی مثبت داره. درسته. بله 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 نسیان هم عزمی و سزا داره. نیتی یک ماه میشه، منتها برخی میگن احتیاط آن است که هر روز مثلا نیت داشته باشه دیگه. یک ماه هم میشه از اول ماه رمضان نیت روزه یک ماه بکنه، نیت ماه مبارک رمضان. بله بفرمایید. در نسبت به مستحبات در واجب با مستحب فرق میکنه. نسبت به روزه های مستحبی در مستحبات یک نوع تسامح قائل شدن، در مستحبات این تردیدها موجب بطلان نمیشه، عمل مستحبی است. یعنی یک نوع تسامح در امور مستحبی هست، منتها در امور واجب عزم وقتی به هم میخوره عمل باطل میشه. عزم به هم عزمتان رو که به هم بخوره اموری واجب همینطور است. صلوات ختم بفرمایید.